از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که ماه مبارک رمضان را در عبادت بگذراند به نیت ثواب گناهان یک سال قبلش مورد عفو قرار خواهد گرفت. بیننده های عزیز، شما را به برنامه ترتیل خوش آمدید میگیم با امید قبولی طاعت و عبادات همه ما و شما. قسمی که ما روز گذشته هم در رابطه با این مرحله برنامه خود برای شما معلومات داده بودیم، روز گذشته گروپ اول ما آمد، گروپ الف ما آمدن و تلاوت کردن و یک نفر که پایین ترین نمرات را از داورا گرفته بود از برنامه حذف شد. امروز نوبت رسیده به گروپ با. گروپ با اشتراک کنندهش میاین، قرائت میکنن و داور صاحبا هم نمره بیتن. هر کدامشان که پایین ترین نمره را از آن خود کرد در آخر برنامه با ما خداحافظی میکنن. حال میایم یک سلام خاص خدمت داورای عزیز. سلام بر شما. علیکم سلام. شما را خوش آمدید میگم. چطور هستین شما به امرای رمضان؟ خوب است الحمدلله. امروز تو معلوم میشه که بیشتر سرطان کار کرده. نه خیر نه خیر. با امید قبولیت طاعت و عبادت همه مسلمانای جهان اسلام. شما زنده و سلامت باشین. بیننده های عزیز، حال اولین اشتراک کننده ما از گروپ با قاری صاحب عبدالسمیر جان تلاوت میکنن. با هم یک جا میبینیم و میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. تشکر از قرسب سمیر. حال میایم از محمدی صاحب میپرسیم که محمدی صاحب، نظر شما در رابطه با تلاوت قرسب سمیر چی هست؟ چطور تلاوت کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و داور صاحبا. علیکم السلام و رحمت و تمام بینندگان برنامه ترتیل و امید قبولیت طاعت و عبادات. سمیر جان تلاوت بسیار زیبا داشتن ماشاءالله الحمدلله، اما چند مشکل هم در زمین بود. با امید از اینکه متوجه شوند که در آینده ها خوبتر بدرخشند. یکی که یک نوع گرفتگی در اینها دیده می شود در اول، دوم وقتی که در انسان رسیدن اینجا از یک حالت به دیگه حالت یا از یک مقام به دیگه مقام وقتی که تغییر چیز میکنن، انسان امو آوازشان به اندازه از حد تجاوز کرد که نباید به این اندازه کش می شود و دیگه حرف را را قسم اینا تلفظ میکنن که به گوش ما قسم میرسه که گویا
در زبانشان چیزی مشکل است، را، اما تکریر را، صفت تکریری که در را است او ادا نمیشن. دیگه در مجموع تلاوتشان ماشاءالله بسیار خوب بود. ده محمدی صاحب نمانه اوست محترمه مستبشرینه وقتنه که او چی استش مختراشی او تلاوت بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. سپاس از قاری صاحب مستبشره. حال میم نظر ابراهیمی صاحب میشنویم در رابطه با تلاوت خواهر ما مستبشره. ابراهیمی صاحب چطور تلاوت کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر بینندگان عزیز و به همه دستاندرکاران تلویزیون جهانی و زیبای طلوع. در ارتباط با مستبشره جان باید گفت که چند تا خوبی هم داشتن و مشکلات های خدمت داشتن. از جمله خوبی هایشان هم بود که آغاز تلاوتشان بسیار آغاز مناسب و خوبش، آوازشان هم بدون شک آواز بسیار گیرا و آواز خوب است، تلفظشان هم بد نبود. و مشکلی که داشتن یکی و انت حلم در اینجا یک قسم نفسشان کوتاهی کرد، یک قطعی نامنظمی در صدایشون که همو زیبایی های تلاوت رو یک ذره نامنظم ساخت. در لقد خلقنا الانسان وقتی که اینجا آمدن در اینجا یک قسم لرزش در صدایشون بود، در آوازشون، و من ایتو احساس میکردم که یک کمکی زیر تاثیر هم رفته بودن. با امید دارید که در آینده ها خوبتر بدرخشن و زیباتر تلاوت بکنن. موفق باشید. سپاس ابراهیمی صاحب. از شما قدر من لیدون که اس محل یولند دملرو بسرا پاتشی. قدر من ولیدن کو تست خلق راست وایم اوس محل قاری صاحب محمد مسعود تلاوت کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. تشکر از قاری صاحب محمد مسعود. حال میم سر قاری صاحب محمدی. محمدی صاحب تلاوت قاری صاحب محمد مسعود چطور بود؟ در اسه تجوید در جنه هنه درست نشد از پیششان که مو حق غنه که چقدر است نتانست. دفاع ایزون هم مده درست مده متصله که مده واجب برش گفته میشه نتانست گرفته. دیگه در نبدریبو ها اینجا اکثریت میخواری صاحبای ما مشکل دارن در تلفظ مخرج حرف داد، حسن داد که چی میباشه، ساکن میباشه. و دیگه یک جایی که وقف کردم و نغمه وقف غیر منظم از پیششان خوب خراب شد، دیگه موفقیت بیشتر برشان میخواد. تشکر محمدی صاحب. بیننده های عزیز، حال از قاری صاحب عبدالرب خواهش میکنیم که بیان و تلاوت بکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ما شاء الله وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون. الله أحسن. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا إن شاء الله فمن يجير الكافرين من فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ما شاء الله فمن ماشاءالله. قاری صاحب عبدالرب، حال میم از محمدی صاحب پرسان میکنیم. محمدی صاحب چطور تلاوت کردن؟ من خود کیف کرد واقعا. بسیار زیبا تلاوت کردن. الله توفیق مزید برشان نصیب بکنه. یک سلسله مشکلات که بسیار کوچک داشتن به امید ازی که خوب متوجه شوند. یکی که در اول زلفتن سیعت بعد از تنوین سین آمده از حروف اخفاس، اخفا را کاملا به اندازه یک الف شما یک حرکت نکتانسته که اخفا بکنه. دیگه ضلال مبین، دو سه جای جاهایی که ادغام میشد ادغام درست به شکل به طور احسنش ادغام نکردی، کم از پیشتان شد، کم چسب ادغام کردی. خب
ورنه تلاوتشان بسیار زیبا بود، در مجموع بسیار خوب تلاوت کردن. مننه محمدی صاحب. قدر منو لیدن که اس محل یا ولنده دملارو رسره پاتشه. بینده های عزیز، شما را به ادامه برنامه ترتیل خوش آمدید میگم. حال قاری صاحب رافعه تلاوت میکنن، با هم یک جا میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا صدق الله العظيم. از قاری صاحب بی رافعه سپاس. حال میایم نظریات قاری صاحب محمد ناصر محمدی را داور برنامه را پیشنهاد که در رابطه با تلاوت بی رافعه چی گفتن یاد دارن. محمدی صاحب چطور تلاوت کردن؟ ماشاءالله از نگاه تجوید مشکلات خود نداشتن، من کدام ملاحظه شده ندیدم. صرف از نگاه صوت لحن یک مقام خان تنوع در قرائتشان نبود، همه را به مقام بیات خواندند. اگر می توانستند که از دیگر مقامات هم خلط میکردند می خواندند، تلاوتشان جالب میشد، خوب بود در مجموع تلاوتشان نسبت به برنامه گذشته. تشکر. سپاس محمدی صاحب. بیننده های عزیز، حال از قاری صاحب محمود شاه خواهش میکنیم که بیاین و تلاوت بکنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاك الله قاري صاحب محمود شاه. حال از ابراهيمي صاحب ميپرسيم. ابراهيمي صاحب چطور تلاوت كردن محمود شاه جان؟ پوپرده سیب، من از محمود شاه جان توقع بیشتر داشتم دقیقا، ولی نمیفهم که رمضان بالایشان تاثیر کرده یا خسته هستن. به نظر من زیاد جالب نبود قرائتشان. حتما عوام کمی گرم است و عوام گرم شاید تاثیر از این باشه تاثیر میکنن برای یا مشق و تمرینی بیشتر نداشتن. به هر صورت یک قسم بیشیمه واری تلاوت کردن، یعنی برای شنونده زیاد جالب نبود. ما خود زیاد جالب نمیبینیم فهم دیگر را، باید ما از قرائت خود زیاد لذت میبریم. یکی از جمله اعجاز قرآن کریم اهمی است که
شنونده را مجذوب میسازه. و رسول الله سلام در برابر هیچ چیزی خوش صوتی را اجازه نداده، ولی در برابر قرآن خوش صوتی را اجازه داده. موفق باشی. تشکر ابراهیم صاحب. بیننده های عزیز، حال مرحله اساس رسیده. از این گروپ بای ما کی با ما خداحافظی میکنه معلوم میشه. حال از قاری صاحب خواهش میکنیم که گروپ با همیشان سر استیج بیان تا نتایجشان اعلان بکنیم. وقت بسیار اساس هست. همگی در فکر از این هستند که چه وقت نتیجه ما اعلان میشه؟ آیا پیش میرم یا امینجا دیگه توقف هست و با برنامه و داور صاحبا خداحافظی میکنم؟ ببینیم که امروز از بین ای ششتن اشتراک کننده ما که در گروپ با بودن، کدام یکی از اینها خط کتی ما خداحافظی کرده؟ از گروپ با کسی که با ما خداحافظی میکنه او هست قاری صاحب محمود شاه. لی تاسو طول نمننه، سبب هم دغه قرآنی سیاله دوام لري. اوسمو پا پاک پروردگار سپارم، الله مو ملک.